ایشون پیشنهاد کرد برو برکلی بیشترین تعداد برنده جایزه نوبل تو فیزیک از و غیره برای اینکه دوره دکترا رو افتتاح کنیم از مرحوم پروفسور عبدالسلام که اولین برنده جایزه نوبل بود تو جهان اسلام در فیزیک بحثشون خیلی شیرین بود این خاطرات خودش با مکاتبات با راسل بگید علامه نه عبدالسلام هم ملاقاتهای خودش یا مهمانی نهار که رفته بود با راسل اینا را نقل کرد به طوری که همون اوائلی که اومدن به ایران علامه جعفری کتاب ارتباط انسان و جهان را نوشتند که اگه بخونید میبینید کتب اکثر فلاسفه غرب را خونده بودن واقعا این مقدمه ای شد که من بیام و پیشنهاد تأسیس گروه فلسفه علم را تو دانشگاه شریف بدم در این سالهایی که من اومدم ایران تو کنفرانس های بینون مللی شرکت می‌کردم کردم کنفرانس های فیزیک مثل سیمپوزیوم on the foundations of modern physics که فیزیک بزرگ شرکت می کردن. کنفرانس اولی این انجمن بینون مللی علم و دین که مرکز که دبیرخانهش توی دانشگاه کمبریج انگلیسه توی اسپانیا را افتاد چون اسپانیا جای بود که مسلمونا و مسیحیا و یهودیا یه مدتی با هم در صلح زندگی میکردند ولی کتابای الهادی که توی غرب ترجمه شده این کتابای و, و صدها کتاب جوابش داده شده اینا تو محیط ما کمتر ترجمه شده آکسفورد و کمبریج اعتلاف فیزیک و فلسفه تشکیل دادند یه تعدادی از اساتید فیزیک با یه تعدادی از اساتید فلسفه رو مسائل مهم فیزیک و کیهان شناسی کار میکنن یه ده از فیزیک دونهای سرامد یعنی اون بالای بالا برگشتند هم به فلسفه برگشتن هم به دین برگشتن این مهمه اونا تر تاثیر درازمدتشون زیاده و حتی الکترون یه درجه ای از شعور داره کیت وارد فیلسوف فعلی همون حرف مولا صدرا رو میزند خل... خلقت آنی عالم مرتب از میشه و عالم خلق میشه سیرو فل فن فنزرو چیف و بعد الخلق یعنی خوددون برین بفهمین که خداوند چگونه جهان را خلق از ما خواسته انظر الال ابله کیف خلقت و الال سماعه این را از ما خواسته فلا اقسام به ما تبصرون و ما لا تبسرون جهان فقط مخصوص به عالم ماده نیست عالم غیر ماده هم هست وقتی که خیلی واضح باشد قضیه کشف تجربی و با قرآن بخوند خب بیا اونجا ما این کار نمیکنیم اونجا تطویقه مثلا و من کل شیعن خلقنا زوجه ایم حالا فیزیک دام میگه نه الکترون هم زوج داره پروتون هم زوج داره بنابراین خیلی معلوم میشه چیز ببینید مگه ملا صدرانه میگه که حرکت جوهری را از آیه و تر جبال تحت سباها جامده و هیتم رو مگه نمیگه از اون گرفته بله همواره الهام بخشه یه دندون پزشک سوری بر من یه نامه نوشت گفت من هفت مورد کشف کردم که تو دندان پزشکی اصل معالجه میکنه میگه دا شما زیبایی موسیقی را نمیتونید با هیچ زبان فیزیک بیان بکنید فقط لذتش را میبرید عرفان همو حالت ها دارد او حالت زیبایی که بدون میده دا او حالت زیبایی طبیعت را میفهمید علاقم به این بود بر اینکه خود اونام خیلی خدا باور بود به تو به نوم اینا خیلی خدا باخ اصلا بعضی چیزاش اناوینش اناوین خداییش موسیقیش خب این عین شعر مولویه روزها فکر من این است و همه شب سخنم چه چرا قافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهرت چه بود به کجا میره و ماخر ننمایی وطنم از فیزیک دانانه تراز اول میگن برنده جایزه نوبل این سوالات فقط از دین میشه جواب من خیلی خوش آمد از فیزیک دانه تراز اول مؤمن مسیحی که میگه الهام یه درجه نازله از وحی پیامبرانه کتاب ها چی ترجمه شده چقدر اثر گذاشته چقدر دانش رو بیدین کرده چرا جواب این نباید دادید مشکل نظریه این چیه خب بری نظریه شد جواب بده همینه پس تو علم علم بدون بحث فلسفی باشه چیزی که حالا مخصوصا حالا فهمیدن آیت الله مصباح توی مصاحبه قبل از پایان عمرشون فرمودن ما تو چل ساله توی اسلامی سازی علوم انسانی موفق نبودیم من دانشوی فیزیکم دو دانشوی دکترا که رساله نوشت اومد فیزیک کوانتوم با نظر ابن سینا تلفیق کرد روی مسئله رابطه ذهن و مغز سنوری هم آیات نافل آفاق و فین به تدریج میفهمید شما این چیزا را بعضی حرف که مثلا حرکت جوهری رو خب قبلا حرفش نبود هر چه میریم پیش نباید فکر کنن علم متوقفه اینو یعنی که گفتن علم بدون اخلاق نمیشه حتما باید همراهش باشه و حس خود اتکایی و خود کفایی توی جوونا تزریق بشه که ما میتونیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نرحب بكم في حوارات فكرية ومعرفية على قناة حيرة واليوم نحن في خدمة وضيافة الأستاذ الدكتور مهدي غولشني في طهران في إيران في جامعة شريف الصناعية التكنولوجية سماحة الأستاذ الدكتور كان رئيسا لكلية الفيزياء في جامعة شريف الصناعية التكنولوجية وقد تحصل في شبابه على شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بيركلي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ولمدة خمسة وعشرين سنة كان عضواً في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران وأيضاً يعد رئيساً ومؤسساً لقسم فلسفة العلم في هذه الجامعة العريقة التي كانت من كبريات الجامعات على مدى العشرات السنين الأخيرة وأيضاً الأستاذ متحصل على جوائز في إيران وجوائز دولية متعلقة بعلم الفيزياء ومتعلقة بمسألة العلاقة بين العلم والدين ويعد أب فلسفة العلم في إيران ولمدة خمسين عاما يدرس الفيزياء والعلوم الإنسانية الإسلامية ومسائل مرتبطة في العلاقة بين العلم والدين والغيب في هذه الجامعة المباركة لديه مجموعة من الأثار العلمية والكتبية نشير لها تباعا هذا الكتاب عنوانه الفارسي قرآن وعلوم طبيعات ترجم إلى اللغة العربية من قبل المرحوم التسخيري بعنوان القرآن ومعرفة الطبيعة ترجم كذلك في مصر وطبع هناك بمقدمة وتقريض من الشيخ محمد الغزالي كتاب آخر بعنوان أز علم سكولار تعلم ديني يعني من العلم العلماني إلى العلم الديني أه ولديه فيه ترجمة إلى اللغة الإنجليزية أيضا The Holy Quran and the Sciences of Nature. وأيضا لديه هذا الكتاب الهام وهو عبارة عن تحليل لنظرات أه أه للنظرات الفلسفية لعلماء الفيزياء المعاصرين أيضا من أحد كتبه المهمة هو هذا خدابا وري ودانش معاصرة غربي، أي الإيمان بالله وعلماء والعلماء الغربيون المعاصرون، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية بعنوان Good and Contemporary Western Scientists Challenges and Clarifications. وأيضاً من أحد كتبه القيمة هو هذا الكتاب الذي ترجم إلى اللغة العربية بعنوان حوارات العلم والدين، وهو عبارة عن رسائل رسلها الدكتور وتواصل مع ثمانين من أبرز علماء الفيزياء ومن أبرز علماء الفلسفة الإسلاميين على امتداد العالم شرقا وغربا وهو كتاب قيم في مجاله وسيحدثنا الدكتور عن بعض أسراره حول هذا الكتاب وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية بهذا العنوان Can Science Dispense With Religion وكتب الدكتور مترجمة إلى عدة لغات خصوصا اللغة يعني الاندونيسية وانتشرت في ايضا ماليزيا وفي بعض الدول الاخرى هذه بعض كتبه الاخرى عنوانها ازدانشتا حكمات ولديه عناوين اخرى من الكتب كعلم ودين در افق جهان توحيدي يعني العلم والدين في افق النظره التوحيديه وايضا علاقه العلم بالدين في رؤيه اربعه من الحكماء المسلمين وهم جوادي آمولي وحسن زاد آمولي ومصباح يزدي وجعفر آه سبحاني سلام عليكم أستاذ سلام عليكم عليك ممنون أستاذ دخلنا شو ما خیلی ممنون استاد سوال اولمون میخوایم با شما بیشتر آشنا بشیم یک خلاصه زندگی نامتون بشنویم چرا بحث علمي وفيزيك فیزیک از دوران جوانی علاقه داشتید علت این علاقه چی بود که رفتید بعدن به امریکا برای تخصص در این رشته چطور بعدن به بحث های مهمة علوم انسانی وعلم ودين علاقة بهيدا كرديد وبعد بكشوارو من اللي تاخدتون برجشتيد كي خدمتكن در إن زمينها وشركات كرديد در شورا عالي انقلاب فرهنجي وإن قسم مبارك قسم فلسفة علم تأسيس كرديد إن عشق بإن مباحث ديني وعلمي در زندقية حضرت علي شطور بسم الله الرحمن الرحيم به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است و زو هر آدمی چون سوره ای خاص یکی چون فاتحه دیگر و اخلاص در این ره انبیا چون ساربانند دلیل و رهنمایی کاروانند و زیشون سید ما گشته سالار همو اول همو آخر در این کار خیلی خوشفقتم در خدمت دوستان هستم بنده تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در اسفهان انجام دادم و یکی از خوششانسی های بنده که توفیق الهی بوده اینه که وقتی که از دبستان وارد دبیرستان شدم یکی از معلمانمان که معلم دستخط فارسی بود من صدا زد تو من شاگرد اول بودم و بهم گفت که بیا عربی بخون بنابراین با جامعت و المقدمات و سیوتی و مغنی شروع کردم و بعدش بلا فاصله گفت بیا و فلسفه بخون اول با منطق شروع کردم و رفتم جلو تا رسید به منظومه سبزباری پس حوزه علمیه هم هستید؟ بله وقتی که بنده تو اتفاقا تو حوزه علمیه اصفهان قبل از آفتاب قبل از آفتاب بعد از نماز صبح میرفتیم اونجا قبل از که کلاس های دبیرستانی شروع بشه اونجا بحث داشتیم و این یه توفیق الهی بود من اینو بزرگترین توفیق و سرنوشت ساز برای خودم میدونم وقتی که به دبیرستان را داشتم تمام میکردم عرض میشود که دیگه به فیزیک علاقه پیدا کرده بودم به خاطر این فلسفه و علوم و اینها و در واقع وقتی که انشا معلممون داد که چرا به کلاس ششم ریاضی آمده اید یه مقاله فلسفی نوشتم که تو اسفهان خیلی سر و صدا کرد بعد فقط تو کنکور فیزیک شرکت کردم یعنی مطالعات فلسفی رهنمونم کرده بود که یه جوری فلسفه و علم باید با هم ترکیب کرد کنکور فیزیک شرکت کردم دانشگاه تهران قبول شدم اومدم و لیسانس فیزیک دانشگاه تهران را که اون موقع سه سال بود خوندم و از شاگرد اول شدم قانونی از مجلس گذشته بود که شاگرد اولای دانشکده ها را میفرستادن به خارج بنابراین من رفتم آمریکا یکی از استادامون کمک کرد که من برم برکلی چون من اول آمریکایی‌ها برام پذیرش از دانشگاه کلمبیا گرفته بودن ایشون پیشنهاد کرد برو برکلی بیشترین تعداد برنده جایزه نوبل تو از و غیره رفتم برکلی و انصافا خیلی راضی بودم تو اونجا مطالعات فلسفیم را ادامه دادم نکته مهم که پیش اومد این بود که فیزیک اون موقع گرچه خیلی دور بود از فلسفه و تو کلاس های فیزیک نمیشد اسم فلسفه رو اوورد مسائلی که کوانتوم مطرح کرده بود به شدت فلسفی بودند بنابراین وقتی که بنده بعد از فارغ و از برتلی اومدم ایران و اومدم دانشگاه این دانشگاه دانشگاهی خود شاه بود دانشگاه آریامه صنعتی آریامه و از همون سالهای اول مسائل فلسفی و ایرادایی که به نظریه کوانتوم داشتم را مطرح کردم به طوری که در سال 1369 اولین کتابم در این زمینه تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر مطرح شد که ایراد بود به فیزیکدان و ایرادایی که جنگی بود بین انشتن و بور طرف مقابلش انشتن از علیت دفاع میکرد و اونا گفتن در دنیای اتمی شانس حاکمه و من اومدم و شدیدا دفاع کردم از موضع انشتن در واقع در دوران وقتی که قبل از انقلاب بنده در سال 1352 تا 54 رئیس دانشکده بودم در زمان ریاست آقای جناب آقای دکتر نصر بعد دیگه انقلاب که شد اول انقلاب یعنی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب چون مذهبی بودن هم روشن شده بوده اینها و تو دانشگاه هم خیلی آشوب بوده اینها رئیس وقت دانشگاه قبل از انقلاب رأی گرفت تو شورا و بنده رأی اووردم که معاون آموزشی دانشگاه بشم بنابراین از چند ماه قبل از پیروزی انقلاب تا یه سال و نیم بعد پیروز بعد از پیروزی انقلاب معاون آموزشی دانشگاه بودم که سالهای بسیار بسیار خاطره و داری بود واقعا بعدش عرض می شود که رؤسای دانشگاه آریا مهر اون موقع قبل از انقلابم بسیار آدمای شایسته ای بودن با این که شاه انتخاب کرده بود ولی بسیار آدمای های ای بودند از جمله جناب آقای دکتر نصر که کتاب های مرحوم آیت الله متحری را آوردن تو دانشگاه قبل از شهادت مرحوم متحری تدریس بشه تو دانشگاه بعدش خود از متحری نبوده تو دانشگاه؟ نه اونو... می مدن سخنرانی میچردن سخنرانی میچردن از جمله قبل از پیروزی انقلاب اومدن یه سخنرانی خیلی جالب کردم. البته من پا سخنرانیشون توی مساجد قبل از میکردن مثل کانون توحید و غیره میرفتم پا سخنرانیشون. ولی ارتباطی باشون نداشتم از اون دوران جوانی شما جمع کردید بین از علاقه که داشتید به فیزیک و به فلسفه و به علوم توحیدی بله بله, و بله 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 بله, بله کاملا و از میشود که بعدش انقلاب که شد تا یه سالانیم رئیس دانشگاه معاون آموزشی دانشگاه بودم بعدش عرض می شود که برای دو سال دو مرتبه از سال 66 تا 68 رئیس دانشکده بودم در این مدت فوق لیسانس دانشکده را راه انداختم دکترای دانشکده فیزیک را را انداختم و از خاطرات جالب این دکترا اینه که در سال 1367 برای اینکه دوره دکترا را افتتاح کنیم از مرحوم پروفسور عبدالسلام که اولین برنده جایزه نوبل بود تو جهان اسلام در فیزیک دعوت کردم بیان برای افتتاح این و مرحوم پروفسور عبدالسلام یه دی مد ملاقات داشتند که بنده مترجم بودم بین ملاقات شونده و ملاقات کننده از جمله بین مرحوم آیت الله منتظری و پروفسور عبدال... عبدالسلام بین استاد جعفری و پروفسور عبدالسلام که رفتیم منزل استاد جعفری با پروفسور عبدالسلام و بحثاشون من مترجم بودم مسائل فلسفی فیزیک بود خیلی دورانه خوبی بود این خاطری مقد... از این جلسه با آقای عبدالسلام و علامه جعفری داری چون میگه علامه جعفری خیلی مثنوی شناس بود فقیه بود ادیب بود بله بله علامه جعفری یه آدم جامع بودند ایشون از دوران جوانیشون تو نجف رفته بودن به مراجع اون موقع گفته بودن علوم جدید باید وارد حوزه بشه و کتب فلاسفه غرب را همهشون مطالعه کرده بودند به طوری که همون اوائلی که اومدن به ایران، علامه جعفری کتاب ارتباط انسان و جهان را نوشتند که اگه بخونید میبینید کتب اکثر فلاسفه غرب را خونده بودند واقعا ایشون چند بعدی بودند، تو فلاسفه اسلامی که کاملاً آشنا بودند تو فلاسفه غرب هم کاملا آشنا بودند، با راسل مکاتبه داشتند، با بیتران راسل و بعضی از خاطراتشون را به مرحوم عبدالسلام راجع به مکاتباتشون با راسل گفتن. خیلی شگفت انگیز یک عالم فقیه ایرانی که با راسل مثلا بله 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 و عرض می شود که سوالشون هم مثلا از عبدالسلام اولین سوالشون این بود که نظر شما راجع به اصل عدم قطعیت هیزنبرگ که علیت را محل سوال قرار میده چیه؟ مرحوم عبدالسلام جواب داد که من بلافاصله فاصله وارد بحثشون شدم و به مرحوم عبدالسلام گفتم شما ولی نظر اون سالهای اخیر فرق کرده نگفته بود اون نظر اخیرش بحثشون خیلی شیرین بود این خاطرات خودش با مکاتبات با راسل بگید علامه عبدالسلامم ملاقاتهای ملاقات خودش مهمانی نهار که رفته بود با راسل اینا را نقل کرد خیلی خاطرات شیرین بود این مقدمه ای بود برای آشنایی من با مرحوم علامه بعد من من در زم به مدت 15 سال رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودم معمور بودم از این دانشگاه در اونجا 15 سال رئیس اون بودم و خب آثار زیادی در درباره رابطه علم و دین با اونجا چاپ کردیم هم خودم آثاری را تعلیف کردم هم همسرم تعداد زیادی کتاب را از انگلیسی به فارسی درباره رابطه علم و دین ترجمه تر، تر کردن در واقع من یه روز استراحت کرده بودم بعد از نهار تو پژوهشگاه رئیس دفترم اومد گفت علامه جعفری پشت تلفونم رفتم علامه فرمودن شما این کتابه تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان دانان را که نوشته چند نسخه تا حالا چاپ شده گفتم استاد آخرین چاپش چهارصد چهار فرمودن که باید صد هزار نسخه چاپ میکردی گفتم استاد کاری نداره شما یه مقدمه بنویسید دو هفته بعد زنگ زدن بفرست یه نفر بیاد مقدمه رو بگیره فرستادم مقدمه رو گرفتم خوندم بعد گفتم استاد بادون بحث دارم فرمودن پاشو بیا رفتم باشون بحث کردم رو مسئله علیت تصمیم گرفتن یه صفحه و نیمه آخره مقدمشون را عوض کنن با از خطشون نوشته بود چه نکته علمی بود اگر یادت هست مثلا که خودش عوض کرد همین مسئله عدم قطعیت بود که جواب خیلی قاطع نداده بودن به اونا که علیت را من بهشون گفتم این, جوابه جواب واقعا قبول کردن و اصلاح کردن اون مقدمه را بعد دیگه مقدمه دوستمون شروع شد عرض می شود که مراسم بزرگ داشت برای علامه بپا شد ما شرکت کردیم کتاب چاپ کردیم مجموعی از مقالات را در مورد ایشون و غیره دیگه مرتب رابطه داشتیم الان هم با فرزندانشون از جمله همین آقای صدوقی که ملاقات کردن با خانواده مرحوم علامه جعفری بیشترین رابطه رو داریم الان خیلی به هر حال بنده رفتم آمریکا وقتی که رفتم آمریکا اونجا همراه با فیزیک این بحثای فیزیک دونا و فلاسفه را میخوندم چون درسته که یه مکتب حاکم بود ولی مکتب مخالفش هم بروز کرده بود و من اون کتاب اون کتابای مکتب مخالفم میخوندم بنابراین باعث شد که وقتی اومدم ایران از می یه تصمیم قاطع گرفته بودم که مباحث فلسفی را وارد کنم خب تو دانشکده وارد کردم بعد در سال 69369 یه سمینار فلسفه و روش های علوم تجربی به پا کردیم ف... ف... توی این دانشگاه خیلی ف... خیلی سمینار وسیع و بزرگی بود در واقع علامه جعفری اومدن سخنرانی کردند، از علامه مصباح از قوم اومدن سخنرانی کردند، یه عده از دوستان از آمریکا اومدن سخنرانی کردند. خیلی چیز خوبی بود این مقدمه ای شد که من بیام و پیشنهاد تأسیس گروه فلسفه علم را تو دانشگاه شریف بدم که در سال 1374 یعنی 20 27 هفت سا هفت سال پیش را افتاد و بنده تا دو سه سال پیش رئیسش بودم اونجا هدفمون این بود که مسائل فلسفی علوم را حل کنیم حالا تو این وسط باید یه سری خاطرات را براتون بگم که اونا خیلی سرنوشت ساز یه یکی از این خاطرات این است که در این سالهایی که من اومدم ایران تو کنفرانس های بینون مللی شرکت می کنفرانس‌های کنفرانس های فیزیک مثل سیمپوزیوم اون ده فاندیشنز آب مادن فیزیکس چهار فیزیک بزرگ شرکت می چردم. شرکت می‌کردم. ولی یک کنفرانس هم راه افتاده بود که خیلی مهم و سرنوشت ساز بود برای من اون کنفرانس و اون کنفرانس توسط انجمن اروپایی علم و الهیات بود هر دو سال یه بار این کنفرانس توی یکی از شهرهای مهم اروپا را می افتاد. امتیاز این کنفرانس چی بود؟ فیزیکدان شرکت می کرد ریاضیدان زیستشناس کشیش فیلسوف اون که علوم شناختی کار میکنه همه اینا شرکت میکرد اولینش که من شرکت کردم چهارمین کنفرانس اینا بود و خوش شانسی این کنفرانس مال پاپ نبود ولی تو رزیدانس تابستانی پاپ توی روم برگزار شد و یه دیم از روسیه یه تازه فروپاشی شده اومدند فیزیکدان اومد از میشود و اینا نشون دادن که تو روسیه دین از بین نرفته یه فیزیکدانی که رئیس بحثهای نظری در کیهان شناسی بود توی سنت پیترزبرگ استالینگراد سابق ایشون اومد و بعد صریحا گفت به من توی ملاقات خصوصی که استالین فکر میکرد دین را در روسیه از بین برده ولی اشتباه کرد از میشود که 60 70 میلیون آدم ها کشت و غیره ولی نه دین هنوز تو روسیه باقیه خودش عرض می شود که خودش مسیحی بود و مسیحی ارتدوکس بود بعدش گفت که هم که عرض کردم که استالین اشتباه کرد و بعد به من گفت فلان کتاب خونده ای گفتم کتاب درسی من درس میدم باش گفت خب این نویسندهش یه نفر ارتودکس خیلی متدینه گفتم ولی تو مقدمش راجبه متریالیست دیالکتیک میگه گفت حکومت استالین مجبورش کرد این مقدمه را اضافه کند به کتاب خلاصه اینا بود بعد من مرتب دیگه تو این کنفرانس اروپایی علم و الهیات شرکت میکردم مقاله میدادم مقاله من هر سال جزء مقالات منتخب چاپ میشد دارم هفت جل که چاپ شده وقتی که اون کنفرانس اول من شرکت کردم اومدم یه گزارش برای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نوشتم که این کنفرانس که به پا شده برکتش از اقدامیه که پاپ پاپ پل دوم کرده ایشون یه ده از طلاب را واداش که بیان و علوم جدید بخونن دکترا تو فیزیک بگیرند، دکترا تو زیست شناسی بگیرند تو اقتصاد بگیرند و این خیلی اثر گذاشته و این دین و علم رو به هم نزدیک کرده و شما لازمه تو حوزه ی علمیه ی قوم یه دی همزمان با دروس حوزوی توی دکترای تو فیزیک بگیرن تو زیست شناسی بگیرن و غیره که ایشون هم استقبال کردن ولی خب یه زیر دست یا عمل نکردن ولی استقبال کردن رسما استقبال کردن این کنفرانس ها خیلی ببود بعدا عرض می شود به علت شرکت من تو این کنفرانس ها وقتی که میخواستن انجمنه از بین المللی علم و دین را را بندازن من هم جزو سی مؤسس گنجوندن سیاست نفر مؤسس گنجوندند و کنفرانس اولیش توی اسپانیا را افتاد کنفرانس اولی این انجمن بین المللی علم و دین که مرکز توی دانشگاه چمبریج انگلیسه توی اسپانیا را افتاد و وقتی که من پرسیدم چرا این کنفرانس تو اسپانیا را افتاده گفتن چون اسپانیا جای بود که مسلمونا و مسیحیا و یهودیا یه مدتی با هم در صلح زندگی میکردن علتش اون بوده خلاصه این ها از می شود کمک کرد به بحثای علم و دین کم کم در زم یه دی از قبلا وقتی که من و در فیزیک میگرفتم در دهه 1960 در آمریکا نه تو کلاس های فیزیک بحث فلسفه بود نه بحث دین بود ولی از دهه 1960 به بعد شروع شد به دهه 80 که رسید کم یه تعداد زیادی از فیزیک دونا دیندار بودن خودشون را بروز دادن یه ده از فلاسفه دیندار بودن خودشون را بروز دادن فلسفه دیندار خدا باور قبلش به چشم نمیخورد ولی یه تعداد زیادی بروز کردن کتاب نوشتن مبارزه کردن تو این کنفرانس ها شرکت کردن جو دیگه به کلی تغییر کرد به کلی به کلی تغییر کرد و یه چیزی که من متاسفم در مورد ایران اینه که این رویاوردن فیزیکدون ها به فلسفه توی ده بیست سال اخیر و روی آوردن یه ده از دانشمندان به سمت دین و دفاع از دین دانشمندان تراز اول این نسیمش به محیط ما نرسیده تو محیط ما بیشتر این چیزهای زشتی که تو اروپا و آمریکا مطرحه منتقل شده ولی این نسیم خیلی مثبت که آدمای تراز اول توی فیزیک اومدن سراغ دین و آقای جورج الیس کیهانشناس شناس میگه که باید یه چتر الهیات بر دین حاکم باشد خیلی حرف مهمیه عرض میشود که اینا باید تو غرب بروز کردن ولی کتابای الهادی که توی غرب ترجمه شده این کتابای و هزار و صدها کتاب جوابش داده شده اینا تو محیط ما کمتر ترجمه شده البته در سالهای اخیر دوستان بنده همکاران بنده شاگردهای قبلی بنده شروع کردند به ترجمه کتاب هایی که در خدا باوری عرض می شود این که روح مادی نیست و غیر نوشت شروع کردن به ترجمه و انشاءالله توی یکی دو سال آینده یه سیلی از این کتاب ها ظاهر خواهد ولی متاسفانه قبل از این بیشتر کتاب که ترجمه می اون کتاب های بله 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 یعنی بله. حواستا پرت بوده علتش هم نفوذ غرب توی محیط ما غرب اکادمی و علمی دانشگاهی ایران همه جا همه جا نفوذ نگاه ها به غربه معنی اینقدر که اینجا نگاه ها به غربه این حرفی که مثلا غرب زدن و خیلی مثلا بله, بله, بله نگاه علتش نفوذی بوده که این نفوذی ای پرورش داده اون فرهنگ غرب را و این نفوذ را من به این شدت توی مالزی و اندونزی ندیدم واقعا این نفوذ را به این شدت ندیدم بنابراین علم دینی که ما اینجا مطرح کردیم اونجاها خیلی به شدت بیشتری راییده. استقبال شد عرض کردم که تعداد زیادی مقاله روی مثلا نظریه علم دینی بنده تو اندونزی نوشته شده یا تو مالزی نوشته شده که تو خود ایران کمتر چیز هست کمتر بوده حسا نوشته شده و غیره ولی تو ایران اصولا کمتر سراغ این قضیه رفتن و بنده الان چهل سال دارم هشدار میدم راجع به نفوذ غرب که باید حواسا جمع باشد ولی متاسفانه خیلی حواسا جمع نبوده مثلا مقدمه خیلی مهم و عمیق و واسعی ما شاء الله خاطر های زیادی دارید و سوال های زیادی من دارم بعض سوال های شخصی ادامه میدم که وارد بشیم به بحث علمی حضرت علی گفتید با آقای دکتر سید حسین نصر هم در ارتباط بودید از دوران جوانی زمانی که جو وقتی ایشون رئیس دانشگاه بودند از میشه شود که دوست شدیم و ارتباطمون، چون من رئیس دانشکده بودم دانشکده فیزیک خیلی ارتباطمون نزدیک بود خودش رئیس این دانشگاه بود اون زمان رئیس قبل از دانشگاه بله بله و تحول اساسی ایجاد کردن اینجا بعدش عرض میشود که ایشون دی... بعدش من رفتم فرصت مطالعاتی آمریکا وقتی برگشتم ایشون ر... رئیس انجمن فلسفه و حکمت شده بودند که رفتم ملاقاتشون و عرض میشود که تشکر کنم از اون رفتار دوستانه که به ما در دوره ریاستشون داشتند و اینا و گفتن کاری میتونم براتون بکنم گفتم نه فقط اومدم تشکر کنم ولی شما اخیرا یک کنفرانس خیلی مهمی در مورد ابو بیرونی به پا کردین و یه سری کتابای خیلی خوب چاپ کردین اینا رو بر من بفرستید که تمام این کتابا رو در عرض یه هفته رومیز من فرستادن رومیز من بود بعدش هم مکاتبه داشتیم الانم مکاتبه که دارم خودشون هیچ وقت پشت کامپیوتر نمیان نامه های من ها پرینت میگیرن نشونشون میدن ایشون با دست خطشون زیرش جواب مینویسن اونا چیز میگیرن عکس میگیرن اون عکس رو برای من میفرستن الانم مکاتبه داریم همین کتاب ترجمه و شرحه انگلیسی قرآن که ایشون چاپ کردند برایشون نوشتم فوری این کتاب را با پست پیش تازه هوایی فرستادم برام یاد داشته پشتش بعد بعد خودش از مدافعین خیلی قوی از علم دینی و نظریه های بله بله بعد بعد ایشون از پیش روانن واقعا جفا شده در حقشون جفا شده ایشون نقش مهم مهمی داره در زمین اکادمی غربی در بله بله تعداد زیادی شاگرد روی فلسفه مولا صدرا و ارفان اینا تربیت کردن با بعضی از اون شاگردان من ارتباط داشتم بله ایشون نقششون در شاگرد پروری تو برد خیلی زیاد بود یه سوال شخصی دیگری هم دارم بله. در دوران جوانی کسی که به فلسفه علاقه داره بعضیشون مثلا میرن حوزه و ما میشن در فلسفه اسلامی یا فلسفه غرب یا اینا حضرت علی این سمت نرفتی رفتی, رفتی به سمت فیزیک چون علاقه به بی بی فیزیک بیشتر بوده و بعدن جمع کردی چطور بوده مثلا نه من ببینید فکر کردم که فیزیک اون نقشیه که باید تو مملکت ایفا کنه ده میکنه فقط میان یه چیزایی یاد میگیرند و فلان فیزیک واقعا فهم عالم طبیعت و فلسفه همینطور و فیزیک میتونه به اون کمک بکنه به همین جهت هم اینجا جه فلس البته حالا دیگه منحرف شده گروه از مسیر من بعد از من ولی چون توتعه بود برداشتن من از اینجا ولی عرض می شود که اون زمان من سعی کردم در دوره دکترهای فلسفه علم مسائل فلسفی علوم را مطرح کنم مسائلی که فیزیک داره فلسفیه مثل خلقت عالم عرض می شود تعدد عوالم و غیره این مسائل را مطرح کنم مسائلی که زیست شناسی دارد با فلسف فلسفیان واقعا اقتصاد دارد فلسفیان جامعه شناس مسائل فلسفی علوم این ارتباط فیزیک و فلسفه و علوم و فلسفه خیلی غنی کنه هر دو را به همین علت که عرض می شود اون پیش بینی که من داشتم دو تا همکاریشون لازمه تو قرب به وقوع پیونده پیوسته آکسفورد و کمبریج اعتلاف فیزیک و فلسفه تشکیل دادند یه تعدادی از اساتید فیزیک با یه تعدادی از اساتید فلسفه رو مسائل مهم فیزیک و کیهان شناسی کار میکنن تو آمریکا هم بعضی از دانشگاه ها همین کار میکنن و این یه برکتی شده واقعا یه برکتی شده و به نظر من دینداری را تقویت کرده خیلی تقویت کرده <applause> شما این کتاب خدا و دانشمندان معاصر غربی میبینید چقدر افکار واقعا فلاسفه ما و پیشبینیشون و دورنگریشون مقرونه به چیز همون حرفی که الان مثلا صحبت تعدد عوالم هست ما یه عالم نداریم تعداد زیادی عالم داریم عوالم داریم بعضی هم سعی میکنن از این تعدد زیاد عوالم هم تو که من تو کتاب شرط دادم به نفع ضد خدا باوری استفاده کنند ولی اتفاقا در جهت فیلسوفان خدا باور در جهت خدا باوری استفاده کردن و مرحوم متحری پنجاه سال قبل از اینا در این جهت استفاده کرده تعدد عوالم چرا فیزیک میان رو تعدد عوالم بحث کنن خب بعد وقتی ریشش رو میگردی میبینی تو حدیث امام باقرم تو توحید صدوق هست این مطلب خیلی واضح و روشن و اینها استاد در برای حالا فیزیک معاصر آیا بحث فیزیک شما در خیلی از کنفرانس ها شرکت کردید و مراسله که داشتید با ده ها از فیلسوفان فیزیک معاصر و, و اینها خب یه تحلیلی هست که بحث فیزیکی معاصر و علمای فیزیک بیشتر به سمت الحاد و انکار وجود خدا و انکار غیب دارن میرن این تحلیل دقیقه یا نابر عکس نه برعکس خب این جریان مثل هوکینگز و داوکینگز و اینها چه نه وزن و ارزشی دارن در غرب یا این توطئه و سیاست و رسانه که دارن رسانه ها کمک کردن چون دولت های غربی به نفعشون است بی دینی تو اسلامی اگه بی تفاوتی نسبت به دین حاصل بشه دا هر چقدر بگه انجام میدن اونا تشدید کردن ده ها کتاب در رد هاچینگ نوشته شده ده ها کتاب بر رد داچینز نوشته شده متاسفانه شد. حتی تو کشورهای عربی خ... کم ترجمه میشه بله بله, کتابا. بنده رفتم توی کتاب فروشی کمبریج دانشگاه کمبریج یه تابستان بود رفته بودم دانشگاه کمبریج همش ده سال پیش یه رو گفتم برم دو شهر بگردم رفتم کتاب فروشی ها وارد شدم دیدم ای کتاب هاکینگ گذاشته چند تا کتاب ردیه پلوش کتاب داچینز گذاشته چند تا کتاب ردیه پلوش دیدم این کتاب خونه کلیسا هست کتاب خونه کلیسا خیلی زرنگ بود اینا رو گذاشته بود تو محیط ببینید الان اکثریت فیزیک دونا به دین بر نگشتند. یه ده از فیزیک دونا سرامت یعنی اون بالای بالا برگشتن هم به فلسفه برگشتن هم به دین برگشتن این مهمه اونا تر تاثیر در زیاده اون وقت نکته مهمم چه هست که اکثریت خبر ندارند بعضی از این تئوریهای های فیزیک اصلا اشکال دارد کوانتوم دو تا نظریه تو کوانتوم هست هر دو هم تمام تجارب موجود را توضیح تمام تجربه های موجود در فیزیک رو توضیح میدن یکی کوانتوم بوری و بو بوری و بورنی و هیزنبرگی و اینا کوانتوم استاندارد بهش میگن یکی هم کوانتوم بهمی کوانتوم استاندارد میگه در سطح اتمی از میشه که شانس حاکمه الکترون حالا میرسه به این میدان مغناطیسی دلش میخواد میره بالا دلش میخواد میاد پایین که انشتن وقتی این حرف شنید گفت اگه اینطوره من ترجیح میدم کارمنده یه قمار خونه باشم تا یه فیزیک خیلی صریح گفت بعدش 20 سال بعد از این نظریه نظریه کوانتوم بهمی اومد چه گفت نه در صد درصد علیت حاکمه ما علت ها در اون ساعت هنو نمیدونیم بعدا ولی علت میتونیم فرض کنیم اینطوره و تمام چیزها را توضیح داد کتاب نوشته یه فیزیکدان نمیرم نمیرن سراغ این کتاب که حاکمیت اون نظریه ی اوله که کوانتوم استاندارد باشه دلایل جامع شناختی داره دلایل جامع شناختی داره که اون حاکم شد و این حاکم نشد ولی هر دو همه چیز را توضیح میدن خلي علي استاذ دار ان زمينه شلون بحث كوانتم فيزيكس مطرح فرموديد بعضي از باحثان دارن مي بينن كي یک رابطه ای هست بین از عرفان اسلامی مخصوصا نظر، نظریه توحید و وحدت وجود و این کوانتوم فیزیکس تو میگن این هم کمک کرد به عرفان اسلامی نه،, مت... نه، نظر شما نه. چیه در این زمینه یک نفر از اونای هندو هند در واقع هندی مسلک ها بودایی مسلک ها که خب اونا عرفان دارن یه حرکت جوهری مثلا و کوانتوم مثلا ارتبت. نه، حالا خدمت شما عرض میکنم یکی از اون چیزا یکی چی از اون فیزیکدان ها چه بودایی مسلک بود و به عرفان چیز داشت رفت سراغ این که بیاد و کوانتوم را یه تعبیر عرفانی ازش بکنه دیگه هم دنبال نشد ولی اون نظریه مقابل که گفت علیت حاکمه نظریه مقابل بهم گفت حتی الکترون یه درجه ای از شعور داره و این من شیعن الا یصبه به همده بگه آیه قرآن نیست بلکه لا تفقهون تسبیح هم اون اومد گفت یه درجه ای از شعور تو همه چی هست توجه فرمودی این وحدت جویی که تو فیزیک هم اون گروه دنبالش بودن هم این گروه دنبالش بودن اون رابطه با عرفان داره همه میکوشیدن که بیان و همه چیز را به سمت وحدت سوق بدن مثلا چه جوری؟ ما دو تا نیرو تو قرن هیچده میشناختیم هست الکترومغناطیس و جاذبه نیوتونی که بین هر دو تا چیز تو قرن بیستم دو تا نیرو دیگه اضافه شد هسته ای قوی و هسته ای ضعیف هیچ دلیلی ندارد که نیروی جدیدی هم تو قرن 21 یکم اضافه نشد پس اومدن گفتن هیچ وقت انتهایی برای فیزیک نیست این اولا ولی فیزیک اومدن این چهار تا نیرو را به یه نیرو برگردونن چه سه تا شا تا حالا تونستن یکی شا تاالا حالا نتونستن و اون سه تا به هنوز ولی فیزیکدان عرض می شود روسی که تو محیط مار... مارکسیسم بزرگ شده و غیره صریحا میگه این وحدت جویی نیروها از طرف فیزیکدان ها الهامش از ادیان توحیدی گرفته شد خوب توجه بفرمایید می میگه اینا الهامش از ادیان توحیدی گرفت یه فیزیکدان سکولار داره اینو میگه بنابر این خیلی چیزا این نزدیک شدن فیزیک و فلسفه حرکت ده. جوهری مثلا میشه نزدیک با بله, بله بله اونم من تو این کتاب خدا باوری نمونه حرکت جوهری را که تو چی میارن تو کار استفاده میکنند. که مثلا کیت وارد فیلسوف فعلی همون حرف ملا صدرا رو میزنید خلق، خلقت آنی عالم مرتب از میشه و عالم خلق میشه و غیره این من تو اون کتاب آوردم اینا مطرح شده در سالهای اول استاد خب در زمینه قرآن خب ما مسلمان هستیم شما یک عالم و دانشمند فیزیک و قرآن پجوه که حتما هستی چون مسلمید وقتی که چون بحث تأویل و فهم و استنباط از قرآن میگن یه بحثی هست که ما با پیش فرض همون چه فلسفی باشه چه کلامی چه عرفانی چه طبیعی این پیش قرآنو قرآن و تلاش میکنیم که قرآن به سمت اون نتایج که ما رسیدیم مثلا میگیم قرآن اینو میگه ولی شما میگید دارید الان به این نتیجه می رسید که چون متخصصی در رشته فیزیک وقتی که آیات قرآن در زمینه طبیعت میخونید بیشتر میفهمید و بیشتر میتونید استنباط کنید حالا عرض میکنم. میکنم یه نکته خیلی مهمه همه فهمش به فهم این نکته این نکته چیه؟ قرآن چی از ما میخواد؟ علم دینی هم که من مطرح کردم به همین دلیل مطرح کرد. آیا قرآن از ما میخواد؟ بیان بریم این کاری که سعودی ها بکنیم که مرتب آیات قرآن را با اعجاز قرآن را از طریق تطبیقه با قرآن نشون بدهیم آیا قرآن از ما اینا میخواد؟ نه قرآن اینا نمیخواد بنده استدلال دارم آیه قرآنی که قرآن اینا از ما نمیخواد سیرو فل از فنز رو و الخلق تو زمین بگردید یعنی کار تجربی بکنید پنزرو یعنی کار نظری بکنید نظریه پنزرو چیف که خداوند چگونه جهان یعنی خودتون برین بفهمین که خداوند چگونه جهان را خلق از ما خواسته انظر ال ابل کیف خلقت و ال از سماعه اینا را از ما خواسته پس ما نخواسته کار برای کار علمی بریم قرآن رو باز کنیم ولی قرآن یه نقش خیلی مهمتری ایفا میکنه تو علم اون چیه؟ اون چیزی است که تو قرن بیستم کشف شد هیچ علمی خارج از خالی از اصول کلی نیست هیچ علمی شما میان هندسه رو میسازید هندسه ی اقلیدوسا پنج تا چیز را به عنوان اصل قبول میکنه هر علمی را بگیرید نیوتون را بگیرید میاد سه تا قانون را فرض میکنید و یه نیرو را فرض میکنه. اینا را به عنوان اصل میگیره ثابت نشده بود بعد معلوم شد با تجربه میخونه ثابت نشده بود. پس ما یه ده اصول میاریم تو کار این اصول اصول آمن آیا تو طبیعت علیت حاکمه یا علیت حاکم نیست این یه اصل عامه اگه اینو شما بذارین کنار هیچ استدلالی نمیتونید بکنید چرا برای اینکه شما استدلال میکنید که استدلال دون علت واقعی شد چه طرف حرف دون رو قبول کنید این حرف که ابن رشد به غزالی میگه شما علیت رو داری رد میکنی شما داری استدلال میکنی که من استدلال دا قبول کنم برای اینکه حرف تو رو قبول کنم داری علیت را به کار میبرید که علیت را کنار بگذارید یه دی از فلاسفه اروپا هم به فیزیک های کوانتومی همین را گفتن گفتن شما علیت را دارید به کار میبرید که علیت را بزنید پس ما یه ده اصول عام داریم قرآن میگه فقط جهان مخصوص محدود به جهان ماده نیست عرض از فلا اقسام به ما توبسرون و ما لا توبسرون جهان فقط, فقط مخصوص به عالم ماده نیست عالم غیر ماده هست غیر ماده هست تمام استدلالایی که این ضد خ... خ... خدا بابرا برای اینا دارن میکنن برای اینکه نشون بدن غیر مادی وجود نداره برای همینه که مقاومت میکنن در مقابل روح توجه فرمودید چرا علم منحصر به طبیعت و تجربه اینا میکنن که البته اونم حالا جوابش خیلی خوب داده شده بنابراین عرض می شود که یه ده اصول حاکمه این اصولا که علم را دینی می یا غیر دینی می تو این اصول باید که حواسمون جمع باشه وقتی که میاد فیزیک دان به میگه علیت را میذاریم کنار میگم حد اکثر حرفی که شما میتونی بزنی نیست که علیت را در این حوزه نیافته نیافتن دلیل بر نبودن نیست ممکنه بعدا دیگران بیان بیابند از اول هم گفته بودند مرحوم متحری هم نیافتن دلیل بر نبودن نیست بنابراین شما عدم الوجدن لا يدل على عدم الوجود بله, بله 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 عدم الوجدن لا يدل على عدم الوجود بله بله بنابراین نکت قرآن جایی که وارد میشه تو معرفت شناسی و تو هستی شناسی اصول متخذ از قرآن میاد وارد میشه اینه که علم دینی میکنه یا غیر دینی میکنه اصلا تو محیط ما اشتباه میفهمند به خیالشون وقتی ما میگم علم دینی یعنی بریم علم فقط از قرآن بگیریم خب ببینید مرحوم ستهبت و دین شهرستانی کتاب الهیت و بل اسلام را نوشتن من اون موقع دبیرستان میرفتم ترجمه شده بود به فارسی خوندم اون موقع ما هشتا سیاره میشناخت ایشون اومدن تطویق دادن قرآن و روایات اینا رو با هشتا بعد سیاره پلوتو کشف شد ایشون اومدن و تو چاپ بعدی که من بگفتم به پدرم از کربلا و اینا برام کتاب الهیه و الاسلام چاپ جدیدش تو چاپ بعدی ایشون نظرش تغییر داده بود اومده بود با تا تطویق بده با اون داد یه زنده نبود که ببینه در سال 2006 فیزیکدونا گفتن پلوتو مربوط به منظومه شمسی نیست و بنابراین دوباره کنار گذاشتن منظومه شمسی همون هشت سیاره رو پید درست نیست علم متغیر روز را و وقتی که مهمترین فیزیکدان روز فینمن من میگید علم قطعی ها از قطعی صد سال آینده نیست ببریم با قرآن که لایت تغییر تطبیق بده ولی همطور که علامه تبا تبایی فرمودند و یکی از کتابم نقل کردم قرآن و, و یکی از شیوخ بزرگ الازهر همه هر دقیقا همه وقتی که خیلی واضح باشد قضیه کشف تجربی و با قرآن بخوند خب یا اونجا ما این کار نمی کنیم. اونجا تطبیقه بعد مثلا و من کل شیعن خلقنا زوجین تا قبل از این 50 دب... سال ش سال اخیر تا قبل از این قرن، تا قبل از این قرن ما فکر میکردیم نر و ماده فقط مخصوص انسانه و حیوانه و جیا حالا فیزیک دام میگه نه، الکترون هم زوج داره، پروتون هم زوج داره بنابراین خیلی معلوم میشه چیز ولی قرآن خواسته ما خودمون، با پا ولی اون اصول ها حاکم را و یکی از کارهایی که من کردم تو یکی از این کنفرانس های مهم قرد در سال 98 در برکلی علم و جستجوی معنویت کنفرانس عظیمی بود فیزیک دان زیست شناس از می شود فیلسوف همه توش بودن چیش اینا بود این بود که توی مقاله زن، غیر از مقاله اصلیم توی مقاله چیز گفتم اقلا تو دوازده تا از این اصول آم ما با دو تا دین ابراهیمی دیگه شریچیم اصول عام بر اصول آم حاکم بر علم که معرفت شناس تو دوازده تا اقلا شریک ممکنه بیشتر هم باشد من دوازده تا شستخصا کردم گفتم شریجی بنابراین اونه چه علم و دینی میکنه استاد حالا در این بحث قرآن و نقش قرآن این سوال اضافی هم دارم حالا اضافه بر چیزهایی که شما گفتید حالا مثلا ما این آیه خونید لشمس و ین لها انتو درک القمر بله. ولل لیل سابق و النهار و کلون فی فلکن يسبحون مثلا ام ام حالا شما وقتی این آیه میخونید حالا بعضی میگن مثلا قرآن هم طرح مسئله میکنه که مثلا مسئله یا تأمل جدیدی در ذهن بله، اندیشمند میاد که خودش دنبال کنه و میره بحث بله، کنه بله، یعنی یفتح الافاق لی قبول دارم ببینید از جهت الهام بخشی آه. قبول دارم ببینید مگه صدرانه میگه که حرکت جوهری را از آیه و ترال جبال تحصیبه ها جامده و تمر رو مگه نمیگه از اون گرفته بله همواره الهام بخشه من اتفاقا تو سوریه یه سخنرانی داشتم رفته بودم همراه آیت الله معرفت ایشون سخنرانی داشتن منم یه سخنرانی داشتم بحث شد راجع به این آیه قرآن که راجع به اصل میفرماد فیه شفا اول گفتم خب مگه قرآن نمیگه فیه شفاء اول شما پزشکا برید ببینید کجا به کار میاد این چه معنی بلا فاصله یه هفته بعد از اینکه من وارد ایران شدم یه دندان پزشک سوری برای من یه نامه نوشت گفت من هفت مورد کشف کردم که تو دندان پزشکی اصل معالجه میکنه و یه مقاله یه انگلیسی هم که نوشته بود و توی مجله اروپایی چاپ کرده بود بر هدیه فرستاده بود میخوام بگم که بله واضحه الان بخشه کسی که مثل قرآن داره بله. استفاده تعمل, میکنه تعمل کنه خیلی و... مهمه تعمل. در این زمینه آیت الله جوادی آمولی یک تئوری داره در زمینه علم دینی هلا اس شما ميخايم بشينا و تقريري نظري چيه و نظري شما شلون ميجي مثلا العالم كله محضر الله نقدر نعرف انو ما متجليات و بس علم طبيعي تجليه فعل خداث بس ما وقتي كداري ميكو بحث ميكوني در علم طبيعي داري درباريه فعل خدا جسوجو كوني شما اين نظريه قبول اين من مخالف منتهى اختلافم با به با با حضرت علامه،, علامه جوادی آمولی اینه که ایشون بیشتر از علم در مقام ثبوت صحبت میکنند من میگم اون چیزی که الار مشکل زاست و الهاد و اینا توش مطرحه علم در مقام اثباته علم تجربیه که حاکمه اینو باید به دادش رسید و نجات داد از چیز بنابراین باید بیشتر توجه این بکنید اون که بله اون من قبول دارم من منکر اون که اگر توضیحش هم بدید بیشتر یعنی چی مثلا ما وقتی ببینید بله؟ ما یه علمی داریم یه تجربه میکنیم یه کشفیاتی داریم اینا کتاب میشه یا غیره این علم رایجه این علمی که بین علما هست ظاهر قضایی ها را نگاه میکنه این اون یه درجه یه تعمل بالاتره اون که حضرت الله منفرماد ولی تو سطح معمولی دانشگاه یا و غیره اون مطرح نیست <تصفيق> <تصفيق> تو سطح دانشگاه چه فایده ای دارد نظرش یعنی بله فایده تئوری آقای جوادی چی هست این برای اونا که چیز کردن متوقف نشن یه درجه بالاتر هم تا بدونن میشه تعامل عرفانی هم کرد و غیره فایده شعور اش... کنن که ما درباره مثلا فعل خدا رو مثلا بحث بله. مخلص باشیم به بله همه کس اهل اون قضیه نیست و بیشتر میخوان رفع اشکالاتشون و ابهاماتشون رو بکنن بله. که اون ولی این برای سیر سلوک دینی یک دانشمند فیزیک خیلی مهمه که من نیتش به سمت خدا میشه و اینا درسته اونا بله اونا خوبه, اونا خوبه اون جهاد خوبه ولی میخوام بگم همه اهل اون نیستن و این که باید نیتش به خدا باشه چه ما هم همینه داریم بگم منتاش ما بخوام بگم که این چیزایی که تو دانشگاه ها مطرحه تو کتاب ها مطرحه و غیره اینا رو باید رفع اشکال هاشی چه نیاز جامعه نیاز به جواب داره خیلی سر در یک استراحت کوتاهی هست یه سوال کوچی که من میپرسم چون شنیدم که حضرت علی بی موسیقا علاقه داشتید مخصوصا موسیقای کلاسیک و بیتوون و, بله بله. و علت این بله. ببینید شما بحث مرحوم فیض کاشانی را راجع به موسیقی دنبال بفرمایید فیض کاشانی اصل موسیقی را ایراد نمیگیره حلاله دیگه اون چیزایی که همراهشن عناوین دیگری میگه عناوین دیگه مثل مثلا بودن ناهجاب خوندن زن نامحرم اختلاف محرم مثلا بله, محرمات. بله بله, محرمات کلمات بد اون. بله. اونها را اشکال میدونه اتفاقا امام خمینی هم برگشتن به نظر فیض کاشانی نزدیک به این نظر یعنی؟ بله 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 بعد از فیض وقت علامه تبا تبایی می که به تو جهان اسلام فیض کارشانی از نظر جامعیت جامعه ترین که تو جهان تشیع هم عارف انفاقی محدثه بله 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 بله, بله <applause> من وقت م... م... نظر من اینه که موسیقی بتهوون و فلان اینها موزارت مثلا اینه اینها یه نوع عرفان توشه آدمو تو زیبایی طبیعت یه جمله داره اینقدر این جمله قشنگه پوچینکونی فیزیکدانه موحده خ... تراز اول انگلیس خیلی میگه دا شما زیبایی موسیقی را نمیتونید با هیچ زبان فیزیک بیان بکنید فقط لذتش را میبرید با هیچ زبانی عرفان همو حالت دارد او حالت زیبایی که بدون میده دا او حالت زیبایی طبیعت را میفهمید من به این دلیلی که به اونا علاقه داشتم نه به اون منحیات و این چیزا علاقه به این بود بر اینکه خود اونام خیلی خدا باور بود به تو من و مزارت اینا خیلی خدا باخ اصلا بعضی چیزاش اناوینش اناوین خداییش موسیقیش به این دلیله نه اون چیزایی که حالا همراهش شده که همراه این نوع از موسیقا لذت معنوی میاره احساس درونی روحی میده بله بله. یا بله خود اینا که این موسیقی درست کردن با احساسات ایمانی و معنوی شاید درست کردن بله 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 این نکته اینه واقعا میگم اون فیزیکدان خیلی زیبایی بر میگه زیبایی با هیچ چی نمیشه توصیف واقعیت اینه و فیض خیلی زیبا فهمیده و وقت اتفاقا کاوش میکنه تو احادیث می‌بینید اون احادیثی از ائمه که من کردن همراه با یه منکری بوده این طوری بوده خیلی عالی خیلی مفید بود زیبا هم بود استاد در این زمینه چون برای هنر و معنویت اسلامی در صحبت میکنیم خب اسم مولانا جلال الدین محمد بلخی یا معروفی به معنوی یا مولانا خیلی مطرح تو ایران ده. تو ترکیه الان دیگه خیلی مطرح تو خونیه و اینها و مسنوی معنوی زبان های مختلف داره ترجمه میشه و خیلی به سمت معنویت و عرفان دارن میان حضرت علی چه نظری در این زمینه دارن؟ کاملا موافقم بی خود نیست که یه شخصی در سطح علامه جعفری وقت خودش رو کرد که اینقدر تعداد مجلدات بله بله بی خود نیست عمیق خیلی و ببینید یه مسئله حالا براتون یه مثالش رو میزنم یه مسئله مطرح کرد پوپر اون فیلسوف علم معروف که یه سوالات هست که علم تجربی نمیتونه جواب بده اینا را اسمش یه صد سوالات مربوط به خود علم یه صد سوالات مربوط به انسانه که علم نمیتونه جواب بده اینا را اسمش گذاشت ultimate questions سوالات بنیادی مثالی که زد چی بود از کجا اومدم به کجا میرم چی کار میکنم خب این عین شعر مولویه روزها فکر من این است و همه شب سخنم چه چرا قافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهره چه بود به کجا میره و ماخر ننمایی وطنم بعد از پوپر یک زیستشناسی که برنده جایزه نوبل تو پزشکی و زیستشناسی بود یک کتاب تحت عنوان The Limits of Science نوشت محدودیت های علم اونم به همین سوالات رسید همین مثال زد از کجا اومدم به کجا میرم بعد گفت این سوالات ها از علم نمیتونید جوابش رو بگیرید این سوالات یا از فلسفه یا از دین میتونید جوابش یه دی من نقل قول کردم توی چطور از این کتاب هم. از فیزیک دانانه تراز اول میگن برنده جایزه نوبل این سوالات فقط از دین میشه جوابش

این حکمت ها مثلا نشون میده مثلا خیلی به مستوی مراجعه میکنید شما و مثلا این الهامه این الهامه الهیه ببینید هویل یه کسی بود که به الهام الهی اعتقاد نداشت ولی به الهام اعتقاد داشت چه هان شناسان چه شناس میگه بین دو تا شهر انگلیس سفر میکردم یه مسئله ای که سالها روش فکر میکردم در تو یه جرقه تو ذهنم حل شد و بعد اومدم بعد از چند روز اینا نوشتم اینا الهامه و خودش اون وقت میگه چی؟ الهام قبول داره میره پیش پین من میگه تو اینا قبول داری میگه آره منم تو زندگیم چهار بار الهام داشت ولی خودش چی میگه؟ میگه این الهامی سیگنال کیهانیه که, که به بغض ما میره نمیتونه تفسیرش کنه دیگه یا نمیتونه جلوتر بره چون به خدا اعتقاد نداره استاد بعضی از بحثن میگن خب مخترعان بزرگ دانشمندان معروف وقتی که به یک نتیجه یک اختراعی میرسن چند مثال هست که این مثلا از راه فکر و بحث و اینا نبود یک الهامی کشف توفیقی این... بود این درسته من هم تو کتاب قرآن علوم طبیعت آوردم آقای تانز کاشف لیزر میگه این کشف لیزر یه الهام بود الهام رو قبول دارد بعد هم یه جایی میگه یه درجه نازله از وحیه آخه ما تو قرآن هم داریم و الهمنا الی ام موسا و اوحینا الى درجه دیگه بله بله اون هم من خیلی خوش آمد از فیزیکدان تراز اول مؤمن مسیحی که میگه الهام یه درجه نازله از وحی پیامبرانه بله خداوند خداوند بله همین حرفی که گفتید من این ولا الى این یک شاعر و ادیب معروف لبنانی داریم بنام ایلیا ابو ماضی که میگه اتیتو من این اه ولا لا أدري من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت إنك مثلا لا أدري بودي ولي ده. سيد حبوبي أم أديب بودي جواب شو أمداد لا أدري من أين ولكني أدري مثلا شيء شعر هم بلي نا إنا إلهام بودي ما إلهام رو وقت معرفة شناسي أدنا در قرآن رو كتاب قرآن و علوم الطبيعت أوردام اتفاقا جا اوردم الهام ها. الهام خیلی نقش مهمی تو علم داره میگه چیوکله خوابیده بود دم کناره بخاری خوابم برد یه تو خواب دیدم که یه ماری دومش رو تو دهنش یعنی یه دایره تشکیل داد تا بیدار میشه حلقه بنزن توی شیمی عالیه چشم تابی دار میشه یه مسئله مهم و توشی عالی، الهام الهیه و خب همون آیه که به ام موسی الهامی نشون میده به غیر پیغمبران میتونه میتوند باشه خیلی علی استاد حالا به بعضی از بحث های دیگه میپردازیم که بیشتر هلی. از شما استفاده کنیم خب حالا تو ایران بلکه تو جهان اسلام این بحث مطرحه امکان علم دینی ما و علوم انسانی علم دینی يا اسلام سازي علوم الانسانيه كما مؤخراً مطرح شده با. اسلمه العلوم العلوم الانسانيه ما بيته زمان زمان عربي خوب نظر شما در بعضي اهلا ما مطرح كه مفيد مشي براي بعض اصرار دارن بر حد اقليه كما علوم انساني بهيج وجه ندريم قابلية توليد علم در دا إن زمينه ندريم بل دين ما ماي يكون يسره توسعه اخلاقي و تأين دارد تا حد بل ما دين رو خراب نكوني. أه میخایم همي علوم نظری و همیه مثلا دینو بإنا داخل کنیم اینکه خب نمیشه جریان داري داریم که بر اسلام سازی علوم إنساني میگویند که علوم غربی سمه یا در زبان مسمومتون بذاتها و بر گرفته از یک نگاه مادی و الحادی جهان و انسان و ما با يدعم فکر کنیم اصول و ما در زمینه علوم إنساني باید اوزبشه که نتائج و اثار این علوم هم خیلی اثر و تغییر خواهد کرد نظرت حضرت علی بین این اینا همش باطله همش از نظر من باطله ببینید تو ایران یه نوع رقابت و حسادت و این چیزا هست خیلی حاکمه خیلی از غربیام که اومدند ایران تأیید کردن این قضیه را من بسیاری از ایرادایی که گرفتن بنی اسرائیل به نظریه علم دینی خودم بنی اسرائیلی میدونم بیا از جهل وقتی کسی تو علوم روز وارد نیست منشه اشکالات علم روز را نمیدوند تو به خودش جرعت میده که بیاد اینطور عمیق وارد بشه واقعیت قضیه اینه که ما همطور که عرض کردم قبلا قرآن از ما خواسته که بریم طبیعت را کشف کنیم ولی قرآن صریحا به ما میگه غیر ماده وجود دارد اون وقت این غیر ماده وجود ندارد متن کتاب های درسیه ما اینا را همطور ولش کنیم اینا به عنوان مطلب علمی تحویل داده میشه که هویل وقتی که کتاب کیهان شناسیشا می نفسد تو جوابای معادلات انشتن از می که اون جوابی را انتخاب میکنه که جهان اولی ندارد پس خدایی نمیخواد نتیجه گیریش اینه کاملا میان اصول فرزویه فلسفی ضد دینی را حاکم میکنند دارن یه اصولی را حاکم میکنند اینا را نمیبینند واقعا بنابراین واضحه میبینید شما تو محیط دون کتاب حاکی ترجمه شده چقدر اثر گذاشته چقدر دانشجو را بیدین کرده چرا جواب این نباید دادید مشکل نظریه این چیه؟ خب بری نظریه شد جواب بده وقتی میرین جواب بدین میبینید مشکل قضیه تو فرضیات فلسفیشه وقتی میرید تو فرضیات فلسفی خب برین فرضیات فلسفی جواب بدین همینه پس تو علم علم بدون بحث فلسفی باشه چیزی که حالا مخصوصا حالا فهمیدن نمیتونه بدون بحث فلسفی باشه تو نتیجه های کلی و عامش بنابراین ها اک، اکثرا است و اما این که بریم از قرآن یه گروهی هم میگن بریم مطلقا از قرآن بگیریم چون اونم عرض کردم اون درست نیست اون ضد چیز قرآنه و همین مطلبی که آیت الله منتظری به پروفسور عبدالسلام فرمودن چه قرآن تأکید داره که خودتون برید طبیعت را چیز بکنید اینها. یعنی فیزیک یا مثلا علم الکیمیا یا علم الاحیاء یا علم ریاضیات اینا یک علم های مستقلی هستن نمیشه اسلامی سازیشون کردی ولی, خب ولی وقتی اینا. که این علوم را میان نتایج کلی عام میگیرید برا جاهایی که حتی الان اون جاها ها حاکم نیست دسترسی نیست اون وقت اینجا که خطا رخ میدهد بگون تا اینجا من... این علم نمیتونه در زمینه غیب یک حرفی بزنه نه، در زمینه متافیزیک پس بس باید جدا بشه اینه این علم... واقعا بله هر علمی در زمینه خودش باید حرف حرفی بزنه و تداخل نکنه باید. و این بل. اصول عام هم تو علوم انسانی وارد میشه هم تو علوم تجربی وارد میشه فیزیک و غیره درجهش درجه اش فرق میکنه چون انسانی موجود غیر مادیه تعداد اصول مفروضات عام متافیزیکی توش بیشتره و فرقش فقط اینه واقعا و اما اتفاقا آیت الله مصباح توی مصاحبه قبل از پایان عمرشون فرمودن ما تو چل ساله توی اسلامی سازی علوم انسانی موفق نبودیم اینجا اولا من دو تا نکته رو باید بگم اینایی هم که اسلامی سازی قبول دارند فقط برای علوم دشون، فقط برای علوم انسانی قبول دارند در صورت که نه فیزیکدانی هم که میگه که جهان خود ساخته است این هم داره یه مفروضات غیر ضد دینی به کار میبره مفروضات فلسفی به کار میبره پس اسلامی بودن منحصر اونا دارن الحدی کردن علوم انسانی میکنه بله بله پس اسلامی کردن منحصر به علوم انسانی و علوم انسانی نیست هم تو علوم انسانی هست هم تو علوم تجربی ولی یه اشتباه بزرگ چه اتفاقا من اینه به فرزند حضرت آیت الله مصباحم اخیرا توی ملاقات حضوری عرض کردم این که اسلامی کردن علوم انسانی موفق نبوده علتش اینه که کاریه که باید میکردن نکردن باید یه دی از علمای حوزه که تو مطالعات اقتصادی دارن یه ده از اساتید اقتصاد مسلمون یه دی از اساتید اقتصاد مارکسیست اینا جمع می شدن اصلا نظریات روز را همین کاری که علامه متحری کردن نظریات روز را می دیدن چی تو چه چیزهایی مسلما با اسلام برخورد دارد اونا را بیرون میکشیدن مثل مثلا ربا ربا دیگه به طور واضح با قرآن اینا را بیرون میکشیدن در درجه اول روشنگری میکردن برای دانشگاه ها که این چیزا منافات داره بعد همین گروهی که مشترک از فیزیک از اقتصاد تراز همین گروه میشستن میدن کتاب احادیث و کتاب ارز میشود که قرآن اینا را همه را نگاه میکردن چه اصول عامی میتونن از قرآن و روایات بکشند بیرون همطور که ما اصل علیت را میکشیم برون اونام چه اصول عامی در ارتباط با اقتصاد یا جامعه شناس در مورد انسان چه اصول خصوصیاتی را میتونن بکشند که اتفاق هست توی روایات سقه اومده و اتفاق هست اصول کلی اصول عام مثلا این کار را نکردن خب اشتباه بوده دیگه واضحه چرا به نتیجه نرسته خیلی مفید بود استاد خب استاد شما هم در باره تمدن غرب مادی بودن غرب الحاد مادیت پوچگرایی دوری از معنویت در زمان مدرنیزم و پست مدرنزم نقد شدیدی هم دارید اگر خلاصه از دقدقه شما در این زمینه چون رفتید شما دیگه همه کشورها رفتید و دیدید البته هم گفتید الان تلاش های جدیدی هم هست و بعضی از علما و دانشمندان تبعی دیگه به سمت دین و مؤمن و مسیحیان ولی کلا تمدن غرب چه نقد اساسی داره دا. ببینید من در 12 تا کشور اروپایی را مفصل دیدم توی ماموریتی یه وقت داشتم از وزارت ارشاد در 12 تا کشور اروپایی را مفصل دیدم آمریکا هم چند تا استانش دیدم حدود نه سال تو آمریکا زندگی میکردم چند تا استانه شد به تفصیل دیدم قرد توش پوزیتیویسم حاکم شد از وقتی که پوزیتیویسم حاکم شد از قرن هفته هم با لاک شروع شد که گفت که همزمان نیوتون بود البته خودش بودا بود ولی گفت فقط به اون چیزایی که به اون مفاهیمی که از طریق تجربه بهمون میرسد فقط اعتنا میکنیم که ریشه در تجربه ندارد را کاری باش نداریم این اومد جلو با هیوم و با کانت و اینا تا رسید به آگوست کانت. آگوست کانت ما یه, گفت ما یه مراحلی را طی کرده ایم. ما بعد در طبیعت گرایی و غیره حالا رسیدیم به دوره علم پازیتیو علم پازیتیو پوزیتیویسم هم از همینجا اومده این میگه فقط سیدایی که سراغش در با چشم میبینید با حواظ چشم میکنید فقط سراغ اینا برید دیگه بقیه محلی از اعراب نداره خدا را نمیتونید ببینید حس کنید غیره پس محلی از اعراب نداره اومد دین انسانیت را بنا کرد خودش هم پیامبر اون دین اعلان کرد پوزیتیویسم بعدن بعدا اومد تو فیزیکم با همین دیدگاه کوانتوم و اینا حاکم شد و گرچه فیلسوفی که خودش این پوزیتیویسم ها وارد کوانتوم کرد هیزن به به کلی بعدا برگشت از پوزیتیویسم ولی فیزیک دونا پوزیتیویسم موندن اکثر قریبه به اتفاق یه درصد قالبی 90 درصد اینطوری بخوام بگم از فیزیک دونا پوزیتیویسم هستن زیست شناسا هست. تو داخل و خارج ولی یه درصدی از آدم های برجسته تراز اول فهمیدن علم تجربی جوابگوی همه چیز نیست اینا آدم تراز اول هستن اون نیاز وجودی و فطری دیگه احساس کرد و اینا باعث نزدیکی علم و دین شدن و اینا هستن که صاف و سریع مقالات در دفاع از شبهات ضد دین می نویسن که من خیلی تو این کتاب خدا باوری و دانشمندان معاصر غربی یا اصل یک علم و دین الان یک مثلا درسی در دانشگاه های غربی محسوب میشه و یک مثلا چی میگید یعنی کلاسی سابجکت اونجا هست بله یا به بی، این حد نرسیده هنوز بله بله این, آ... این, م... این در واقع این مؤسسه ای که مثلا توی کمبریج درست شده فارادی یا مؤسسه ای که رمز کلارک توی آکسفورد درست شده علم و دین این من ها خیلی موفق بودن در دفع این شبهات خیلی کوشیدن ولی فیزیک دونایی تراز اول زیست شناس تراز اول کسی که بزرگترین پروژه انسانی را تو آمریکا جرونترین بزرگترین جنوم انسانی را تو آمریکا فرانسیس کالینز تو آمریکا انجام داد اومد سریحا به نفع خدا با ولی داره کتاب می نفسه. ببینید نمیرن سراغ اون جملات مهمترین فیلسوفه زیست شناسی تکامل چیه عرض می شود که اسمش الان یادم رفت ایشون و هم داره کتاب می نویسه می یه سخن مهمترین فیلسوف بود که همش بر, نفع تئوری تکامل صحبت می کرد ایشون اومد مدربه... یعنی؟ بله؟ منظوره؟ نه حالا براتون میگم نه همون نظریه تکامل منظورم دروینی یعنی بله, دروین بله, بله نه این یه نفر یه نفر فیلسوف غربی بود که همش راجع به تکامل حرف میزد سال 1993 رفت تو انجمن حالا اسمش یادم میاد به تو عرض میکنم تو انجمن علم و دین آمریکا تو انجمن آمریکا تو انجمن پیشرفت علم در آمریکا بزرگترین انجمن علمی در آمریکا سخنرانی کرد گفت ما توی تئوری تکامل یه چیزی را به عنوان اصل میگیریم نترالیزم فقط این چیزی است که میبینیم یه چیزی برای این وجود گفت ما این را داریم اصل به جونش پریدن که شما خودت مهمترین تئوری در واقع بیولوژی بودی فلان گفت من هنوزم به تئوری تکامل تا... اعتقاد دارم ولی تو این تئوری ما داریم اینه به عنوان اصل میگیریم که فقط این چیزی می که میبینیم وجود دارد و قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات باله باله بله بله و بله باله بله باله بله استاد شما بله بله. بله هم در زمینه ایجاد فضای گفتگو در جهان اسلام بین از مذاهب مختلف حرفی دارید یا حتی بین اسلام و ادیان مختلف چطور موفق میشیم در این تجربه ببینید من اینجا خواستم یه انجمن علم و دین را بندازم داخلی که بعد تعمیمش بدیم به بین المللی اینقدر قفلت از غذایا هست چه هیچ جا حاضر نشد امکانات را به حالا البته یه جا حاضر شده یه پجوه. ولی این مؤسسات خیریه اوقاف و غیره هیچ جهاز با اینکه مقالم نوشتم توی چهانه فرهنجی و جاهای دیگه حاضر نشدن کمک مالی آخه ما یه تعدادی استاد حوزه و دانشگاه از کجا پول بیارن یه محلی را اب چیز کنند و غیره و حتی سراغ بعضی من مراجع منظورم مثلا از لحاظ نظری و فکری چه شما تئوری دارید که همون تقریبا بین مذاهب باید از همین بحثای و گفتگوی علمی بله و فیزیکی بله. میشه و... ما هدفمون برسه. همین بود که اول از داخلی شروع کنیم بعد اونایی که میشناسیم تو غرب که اینا فیلسوفانه تراز اولند و آزاده هستن و حاضرن به مذاکره و بعضی این کتابایی که من براشون فرستادم تمجید کردند و غیره بنابراین فکرشون نزدیک به فکر اسلامیه اینا رو دعوت کنیم این گفتگو اگه بشه قضیه خیلی فرق میکنه رابطه خیلی خوب میشه بله بله ولی بله محیط ما قافل از این مسائل حضرت علی یک تجربه داشتی در شورای علی انقلاب فرهنگی 25 سال سوالم اینه تونستید با بعضی از پیشنهادها و اینا بیانا بگید و عملی بشه نه نتونستم چون یک نفری مثلا بی... نه نشد با اینکه تعدادی حوزوی تو شورا بودن ولی حمایت نکردن ولی متفکران خوبی اینجا هستن چه علتی که مثلا اشنهاده های خیلی مهم شورا به نظر من به نظر من رسدی از محیط نداشتند که ببینن دبیرستان ها در چه وضع دانشگاه ها در چه وضع محیط در چه وضع دقدقه علمی اخلاق چقدر پایین رفته از این چیزا اگه اشراف داشتن دل بیش از این میبود خیلی شما دیگه من تو آخرین جلسه هم که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم به آقای رئیسی پیشنهاد کردم یه رسدی از دبستون ها ها و دانشگاه ها و محیط داشته باشید که ببینید اصلا جریان فکری چی حاکمه قرب حاکمه به خود مقام معظم رهبری هم عرض کردم گفتم که خبرنگار سی این، این چه خبرنگار آمریکایی که اومده بود ایران و مصاحبه کرده بود گفته بود تهران آمریکایی ترین شهر که من دیدم باید به فرهنگ اسلامی خب چرا بلو بو حقیقت این تحلیل و واقع مثلا متوجه نمیشن و مثلا به سمت حل و ایجاد حلول نمیشن نه برای اینکه ببینید تو ایران خیلی شایست سالاری ها نیست افرادی که انتخاب میشن برای مشاقل باید واقعا شایستگی اون مقام داشته باشن خیلی جه اینطور متاسفانه بله متاسفانه خب حضرت علی در فضای دانشگاهی دیگه تنفس میکنید پنجه سال یا بیشتر خب چه ارزیابی حالا از واقع علم در دانشگاه ها پجوهشگاه در کل فضای نخبگی و آکادمی و علمی ایران آیا ملت و علمای ایران اسلامی به سمت تولید علم دارن میرن چه علوم انسانی چه علوم مثلا طبیعی رقابت میکنن با مهمترین کشورهای دنیا و دانشگاه معروف بین المللی حتی اگر مثلا در بعضی از نه. مقاله ها و بحث های علمی انا ها بعضی مقالات البته زبده هست ولی نگاه هم یکی از انتقادات من که مقالات و مصاحبه های بسیاری دارم روی این قضیه چاپ شده انتقادات این است که چرا اینها همش به غرب نگاه میکنن چرا مشق نویسی میکنن چرا به دستور مقام معظم رهبری که شما هم نیازهای داخل رفت کنید هم تو ایران توی مرز شکنی در سطح علم شرکت داشته باشید توجهی نمیشه دانشگاه های ما به علت نفوذ عوامل غرب به این توجه ندارن که ما خودمونم باید نوآوری در علم داشته باشیم خودمونم رفع نیاز رو بکنیم تا هرگز نتونه تحریم ها ما رو تحت فشار قرار نظرهایی پیشنهادهایی که حضرت علی دارید گفتمان سازی نمی کنه بین از فضای علمی و دانشگاهی تا تا شده و دیگران و دوستان که مثلا همین فکر شده دا. چرا دوستانم هم جاهای حرف ما رو منتشر میکنن خداشون ولی حاکمیت بیشتر دنبال این قضایی نیست واقعا حاکمیته که بله همش مقام معظم رهبری میگن رفع نیاز ها و عرض میشه نو آوری برای کجا گوش دادن حتی سخنرانی ها داره که مثلا بعد از چند سال کسی اگر میخواد علم و یاد بگیره باید زبان فارسی یاد بگیره و مثلا نظرش تا این حد مثلا اصلا مکاتبات در داخل دانشگاه بین اساتید خیلی وقت بین بین اساتید به انگلیسیه میدونم میگم نظرش تا این حد که مثلا میگه ما با, با باید پیشرفت کنیم تا اون حد بله ایشون همش ایشون تنها کسی هستن در اون راست که دارن دائمی حرفا میزنن که ما باید خودمونم هم داشته باشیم امام هم تحکیلشون رو همین بود ما باید نوآوری داشته باشیم ما چیزی کم نداریم از خارجی ها و غیره ایشون تحکیلشون اینه ولی وقتی میرسد به افرادی که این شایستگی را ندارن اینا دیگه منتفی میشه استاد خب دانشگاه های ایران با بعضی از علما و دانشمند عمیق و ماشاءالله زحمت کش مثل حضرت علی و دیگران حتما که هستن خب شما یه گروهی هم هستید تونستید مثلا طالبه ها که اهل بحث و پژوهش و تحقیق و خلاقیت و فکر نو میسازید و نامه ها در زمینه چی میگید نامه های کاربردی بله بله. چه در علم طبیعی چه در علوم انسانی تونستید این جریان بعد مثلا... خودم شخصا به سهم خودم کردم هم. افرادی که نوآور باشند خلاقیت داشته باشند هم تو علوم انسانی هم تو علوم طبیعی حتی فیزیک داشتم و شاگردم بیشتر سوق دادم به سمت همین سر مشق نویسی عوضی مشق نویسی و دیدی که این قابلیت رو بله دارن ولی تعداد محدوده و باید سرایت بکنید الان اثرش رو تو بعضی شهرستان ها میبینم اخیرا تو یزد بودم مثلا اثرش رو دیدم تو بعضی شهرستان ها اثرش رو میبینم استاد ما چون تو حوزه هستیم بعضی از وقت ها کتاب های ابن سینا اشارات و تنبیهات و شفا می خونیم طبیعیت قدیم اونجا هست حالا ارزیابی شما چی ما رد شدیم از اون طبیعیت یعنی فایده داره که مثلا دانشمند معاصر به هم نگاه کنیم؟ اتفاقا یکی از ظلمایی که شده اینه که تو دوره متأخر فقط به ملا صدرا چسبیدن ابن سینا خیلی عمیقه نباید اثبات شعی نفی ما ادا بکنه و من اینو میبینم یه مقداری الان ابن سینا توی محیط غرب دو مرتبه در دهه اخیر مطرح خیلی من دانشوی فیزیکم دو دانشوی دکترا که رسالشا نوشت اومد فیزیک کوانتومو با نظر ابن سینا تلفیق کرد روی مسئله رابطه ذهن و مغز توجه فرمودید ابن سینا را نباید فراموش کنن ابن سینا و فارابی اینا اینا نابغه بودن یعنی بحث های مهمی دارن حتی برای امروز بله 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 نه این که بله. قدیم شده بله و دیگه بله نسخ شده نه, نه نه ابن سینا را نباید فراموش کنن شیخش ببینید همه رو باید توجه بکنن یه بعدی کافی نیست این شما بگوی فقط مولا صدرا فقط ابن سینا فقط 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 طبعیت قدیم فقط طبعیت جدید مگه نمیگه سنوری هم آیات نافل آفاق و فیان. به تدریج میفهمید شما این چیزا را بعضی حرف هایی که مثلا حرکت جوهری رو خب قبلا حرفش نبود هر چه میریم پیش نباید فکر کنن علم متوقفه علم دائما باید اینه باید فکر این باشه علم دائما فلسفه دائما بهش اضافه میشه و همه مکاتب باشند اتفاقا توی تغییری که تو دهه اخیر هست اینه که تو غرب هم مثلا مکاتب مختلف یه مقداری به هم پیوستند او انتقادای تند و تیزی که یکی علیه دیگری میکرد نمیشه فیزیکدان ملحد با فیزیکدان خدا باور با هم میشینند مکالمه میکنند هفت دقیقه تلویزیون پخش میکنه مکالمه شونا ده دقیقه این ده دقیقه با قرعه شروع میکنن با یک کدوم ده دقیقه این ده دقیقه اون هفت دقیقه این هفت دقیقه اون تا یه دقیقه این یه دقیقه اون خود حضار تصمیم میگیرن چی سو استفاده هم نمیشه بربم تو این لحاظ من میگم کارای خوب غرب ما تقلید نکردیم اداهای زشتش رو بیشتر تقلید کردیم فساد و منکر و چیزهای مادی و الحاد و این چیزها بله انواع رقص و انواع <تصف Heritage> بله بله متاسفانه درباره اخلاق صحبت کردید خیلی. و در جهان اسلام مخصوصا ایران ما شاهده حبوط من... اخلاقی هستیم چطور, چطور جمعه های به سمت او یا اخلاقی تر بشن چی پیش بله ببینید آخه این ما ما و زمین تأثیر تو انگلیس بیاد کتاب From Knowledge to Wisdom رو از دانش به حکمت و همش بگید حکمت فراموش شده بیاد انجامند و ما تو محیط اسلامی این کار نکنیم این نیست میاد به امریکایی امریکای هم که کتاب فروم Knowledge تو Wisdom نوشته روش به امریکایی میکنه میگید این شما به چه دلیل 50 درصد از بودجه توسعه و تحقیقتون صرف کار نظامی میشه شما نیاز نداری الان شب نوشته چل چهل درصد از محصولات نظامی آمریکا فقط تو این کشور ای خاور میانه دارد مصرف میشه میدن به عربستان میدن به اون این اونو بکش اون اونو بکش به انگلیس میگه چرا سی درصد از بودجه توسعه و, و تحقیق شما صرف کار نظامی میشه بعد به دانشمندا میگه چرا شما ساکتین هیچ چیزی قائل علي استاذ هان اخيرا همين بحسة اخلاقي شلون يبحثي رابطه بين اخلاق وعلم يا تو زبان عربي ما ميجيم اخلاقيات والعلم كمثلا مثلا ميجي بعد منصف باشيد نمي دونام دومبالي نمي دوم شهرات و ومقام نباشيد مثلا در بحث علمي مخلص باشيد وينا يا مثلا شي يهم ديجري ديغري هس نظر شما درباره اخلاق و رابطه ايش با علم و انا مفصل بحث كردم رابطه علم وأخلاق اخلاق مفصل بحث كردم حرفشون اینه یه علت ناقص بودن علم اینه که از علم ارزش های اخلاقی را نمیتونی از از قضایای علمی نمیتونی قضایای اخلاقی را نتیجه گیری کنید از اینکه خورشید از شرق میدمد نمیتون نتیجه گیری عدالت خوب است پس اخلاق کجا اون وقت جالب اینه پوپر اول انقلاب کتابش ترجمه شد که علم و اخلاق از هم جدان آقای چیز اومد آقای سروش اومد دکتر سروش کتاب دانش و ارزشا نوشت چه اینا از هم جدان ولی خودی پوپر بعدش چی گفت در سطح انسان دو تا باید با هم تدویق شد یعنی وقتی شما میخواید علم به کار ببرید باید ارزش های اخلاقی را وارد کنید باید از داده های تقلبی پرهیز کنید و بعد توی علم یه اصول شما به کار میخواید میخواید تئوری دون به قول دیراج میخوان زیبا باشد از نظر ریاضی میخوان حد اقل مفروضات اینا همه فرض اخلاقیه زیبا باشد از میشود ساده باشد و غیره اینا همه فرض های اخلاقیه اینه یعنی که گفتن علم بدون اخلاق نمیشه حتما باید همراهش باشه این معنیش یعنی چه؟ یعنی حتما باید کلاس های درس حتما همون آداب المتعلمین و اینا مونیت و المورید و اینا که مناسب و... زمان براش تدتیز بشه معنیش اینه اونا حواسشون جمع بود اونا مرات میکردن شاگرد و استاد رابطه شاگرد و استاد همه اینا رو مرات میکردن ولی الان نمی کنن صباح جمیل و شیق جدا مع سماحت الاستاد و دکتور مهدی گلشنی الخبير في علم الفيزياء وأحد القامات العلمية والمعرفية في إيران والذي لديه تجربة طويلة في موضوع أسلمة العلوم الإنسانية العلم والدين وعلاقتهما الفيزياء المعاصرة والدين والغيب والميتافيزيقا وأبحاث متنوعة طرحها معنا وأتحفنا بها وعرض علينا مجموعة من الخواطر الهامة والشيقة خیلی استفاده کردیم استاد از بحثی خدا. که گفتید از خاطره هایی که گفتید از بحث علوم سازی، اسلام سازی علوم انسانی از بحث علم و دین از فضای دانشگاهی ایران از دغدغه هایی که دارید از اگر حرف آخر در این زمینه دارید در کل گفت گفتگوی امروز یا یعنی نصیحتی دارید برای مثلا جوان های امروز ما هم استفاده میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم ببینید چیزی که من گم شده میبینم فرهنگ فرهنگ اسلامیه تو کشور خودمون و تو کشورهای عربی و غیره با اختلاف درجه واقعا فرهنگ اسلامی باید احیا بشه و اینم این کارم باید از سطح دبستان شروع بشه بیاد بالا تارید. و اخلاقم اخلاق اسلامی هم باید تو جامعه ترویج بشه واقعا این مهمترین چیز ماست و حس خود اتکایی و خود کفایی توی جوونا تزریق بشه که ما میتونیم امام خمینی همش میفرمودن ما میتونیم این حس باید تذریق بشید تو. توی همه که احزاز و افتخار به هویت خودمون و اسلام خودمون و ما سنت میتونیم. خودمون این خیلی مهمه ما هم میتونیم این باید تذریق بشید توی همه. خیلی ممنونیم و چکریم آقای خاید. استاد مهدی گلشنی